سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی نمایشگاه تلاجواهر تبریز. یه نمایشگاه غیر منتظره، من حقیقتا باورم نمیشد که به همچین نمایشگاهی رو بیام. اصلا اطلاع نداشتم همچین نمایشگاهی هست. فکر کنم اگه اشتباه نکنم اتفاقی توی اینستاگرام پیدا کردم پوستر نمایشگاه رو و اونم جستجو کردم که آره نمایشگاه داره و دقیقاً یه هفته بعد از اینه که من اومدم تبریز اصلا داشتم بیام، ولی خب یه توفیق اجباری بود اومدیم نمایشگاه تبریز. میشه سریع توضیح بدم چون قصد ندارم ویدیو طولانی بشه. نمایشگاه تبریز یه نمایشگاه تقریبا مثلا نمایشگاه اصفهان از نظر من پایین‌تره، چون خیلی خوشم نمیاد، ولی خب واسه کسی که بخواد گفتم مثل اصفهان ابزار بخره و کارهای آماده بخواد بخره. برنده خیلی زیادی اومدن داخل نمایشگاه، برنده خیلی زیادی هم مثلا یکی از مطرح‌ترینشون فرداد اومده. کسی بخواد بیاد کار مجموعه فرداد رو ببینه میتونه بیاد، چون اگه اشتباه نکنم مجموعه فرداد بعد واسه دیدن کاراشون این تو ملکه هست، یه نمایش توی لایو نمایشگاه تهران، اصفهان و تبریز که الان داشتم هستن. این ویترینشونه، این تا اجازه گرفتم آمده. این هم اوپاله که یکی از دوستامون خیلی دوست داشت، اوپال آبی، اوپال تیره و اوپال روشن. این هم اوپال های مخلوطه. این هم که نمونه های چاپ سبودیه. این فوس بکنه برش عقب نامد، ولی این ماره، این زنجیره اگه شما نزده بند ساعته و این هم یه علنگوی خیلی طولیه. این دستگاهشو که چاپ بکنه، من یه بار اتفاقی فکرم تو اصفهان هم گفتم اصلا بخرم، فکر میگم دستگاهش انقدره و قیمتش 300 هزار تومان بود، طبیعی بود انقدر باشه. قیمتش چک کردم میگم 300 میلیونه، مثلا که 4 سال پیش قبل کرونا قیمتو چک کردم 300-400 میلیون تومان بود، فکر کنم 600 میلیون تومان بود. اون موقع اشتباهی خواستم بخرم و چون نخریدم. نمایشگاه مثل نمایشگاه اصفهان و تهران مخصوصا ابزارها رو خیلی داره. ابزار کسی بخواد بخره میتونه بیاد راحت ابزار بخره، ابزار صنعتی البته، ابزار کار نه، به درد من نمیخوره. همون موضوعی که تو اصفهان هم گفتم، من نمایشگاهی رو که لایو برم، زنده برم، حضوری برم، تو یه نقد ریزی هم ازش مینویسم توی توییتر. میتونید این توییتر رو بزنید، این آیدی توییتر منه، اگه دوست داشتید میتونید این توییتر رو هم دنبال بکنید. حالا خیلی توییت نمیزنم، ولی خب خیلی ساپورت بکنید، توییتر هم دنبال بکنید، دستمون در نکنه. این مشاور فرداده توی لایو، اگه لایو رو ندیدید میتونید برید ببینید، که البته صدام خیلی خوب نشد، همین بازم پیش پیش عذرخواهی میکنم بخاطر صدا، ولی این مشاور فرداده هم نشونت میدم که معمولا قبل از اینکه نمایشگاه برگزار بشه میاد و واسه خودش ساختمون خودش رو میسازه، یعنی جایی بنای اختصاصی خودش رو داره. به این مثلا غرفه های ساده خود نمایشگاه چیز نمی کنه، بسنده نمی کنه. این هم مثل نمونه های کارشون هم اگر بیفته. بله، این توی لایو مشخص نبود، ولی اینجا مشخصه که از کارهای نفیسشون رو اینجا به نمایش گذاشتن. برای فیروزه و سنگ هم به نظر خودم نسبت به نمایشگاه اصفهان فیروزه کمتری داره، ولی خب رد فیروزه هیچ وقت خالی نیست تو نمایشگاه، بالاخره یکی از نشانهای ایرانه. هم چشم ببری و عقیق و فکرم هابلیت سبزه و دیگه یه بدلی و سنگ های راف بزرگ. این سنگ ها تو لایو هم داشتیمشون. یه چیز خیلی جالب اون طرف دیدم، بشقاب به اصطلاح نقره کاری قلمزنی نقره بود، خیلی جذابی آروم، حالا روزو نگرفتم ولی انگار نه انگار که داریم فیلم میگیریم. و دوباره میشیم به گالری هومن، خیلی جالبه این گالری. اگه یادتون باشه هم تو اصفهان داشتیم هم اگه لایو تهرانی دو باشیم تو لایو تهران بود. حالا من نمیدونم تا سه نشه بازی نشه استاد شی محمدی رو اینجا نمیبینم اینجا حضور داشته باشن، شاید نیومدن هنوز روز بازی، شاید روز دیگه میان، احتمالاً غرفه ندارم، ولی خب دوست داشتم اینجا باشن. خب میرسیم به یه جای خیلی باحال، این دستگاه ریختگریه، ریختگر اتوماتیکه که خودش طلا رو ذوب میکنه و خودش داخل چیز میریزه به اصطلاح داخل
اون سیلندری که آماده کردین خودش می‌ریزه. یه بیه سوختگی عجیبی میاد. چرا باید همچنین بیه؟ این بخش اگر اشتباه نکنم بخش ریختگریه. چون دقت بکنی این قسمت خمیر ریختگری، حالا وسایل ریختگری با موم و این چیزا وجود داره که مال ریختگریه. آه من خوشم نمیاد. خوشم نمیاد. چرا واقعا؟ چرا نمایشگاه تبریز باید اینجوری باشه؟ چرا من وقتی اتفاقی اومدم نمایشگاه شانس هم گرفتی اومدم نمایشگاه تبریز باید اینجوری اینقدر ساده باشه؟ چرا نباید قسمت هیجان انگیز داشته باشه؟ خب ویدیوی من اینجوری 2 دقیقه. آقا کی پاسخ خوبه؟ به من بگی کی پاسخ خوبه؟ یه موضوعی رو بگم جالبه. این فرش ها شب آقاتون میگه این فرش ساده است، این موکت ساده است، ولی من توی اینترنتی میگشتم در نمایشگاه ها تقریبا همون زمانی که نمایشگاه اصفهان بود به این نکته رسیدم که اکثر نمایشگاه ها فرش قرمز دارن و اولین چیزی که توی این نمایشگاه چشمو گرفت این بود که اینجا کفش موزاییکه. موزاییک نه، آره دیگه موزاییک، کاشی موزاییکه، اسمش نمیدونم، پارکت میگم اسمش. کفش موچت قرمز نداره. تعجب کردم به خودم، خب این یه مثال نقضه که تقریبا همه نمایشگاه اینجوری نیستن. حالا که رسیدم اینجا و این فرش رو دیدم توی لایو، این فرش رو دیدم فکر کنم صحبت یکی از دوستان که میگفت که نمایش روز اول خیلی جذاب نیست درست بود و کامل پهنش نکردن. آره خب یه طرف دیگه هم اینجا همیشه محل برگزاری نمایشگاهه، فرششون این رسما نباید جمع بکنن اگه مخصوص اینجاست. آره خب این احتمال وجود داره. اینطور که متوجهم اکثر ابزارفروش ها نمیمدن، ابزارفروش کرون، دنباری و یه ابزارفروش بود از تهران میومد که خب تو نمایشگاه اصفهان بودش و ما یکم باش ازش چند تا سوال پرسیدم و اینجا نمیمده کسی، نمیدونم دلیلش چیه. شاید اینجا فروش نداره واسه شون یا شاید ریسک نکردن بیان چون بعد کرونا، نمایشگاه بعد کرونا حساب میشه و معلوم نیست که بازی چجوریه. نمایشگاه اصفهان که خیلی عالی بود، هم بازدیدش خوب بود، هم آدمایی که اومده بودن خیلی زیاد بود. ممکنه دلیلش این باشه. یه سری از حتی ابزارهای سنتی فروشی هم نیومده. من ابزار ندارم، ابزار کار بود. ابزارهای سنتی فروشی نیومده بودن چون توی اصفهان چند تاشون هم پیام داده بودن بهم گفته بودن که میان، به صورت سیستماتیک اسمس فرستاده بودن، من اسمس اومده بود هم از خود نمایشگاه هم از چند نفر از ابزار فروشا. اینجا اینطوری نبود و احساس میکنم که نمایشگاهش، نمایشگاه فرزند سال خیلی مورد توجهی نبوده. اگه فرداد اومده، فردا تعجب میکنم که چرا تو اصفهان نبودن اینجا هست. ولی خب خیلی از کسایی که اینجا بودن نیومدن. خب دوستان خیلی متشکرم که ویدیو منو تماشا کردی. اگه خوشتون اومد لایک بکنید، اگه دوست داشتین کانال منو سابسکرایب بکنید. تو فکرشم که یه دوره ترجمه سازی اپ کنم. حالا من اداره خاصی ندارم، ولی خب اگه دوست داشتید سابسکرایب بکنید، نوتیفیکیشن بزنید رو حالت آل که اون دوره رو دستش ندید و همین موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.